اگه بخواد مثلا میشه تفسیرهای مختلفی روی همچین اصال نظری گذاشت. یعنی در واقع مثلا یکی از تفسیرهایی که میشه روش گذاشت این که این عنصر جاودانی که بودلر قائله در واقع همون تأمین دادنی هست و همون جهان شمولیت و همون ذاتپنداری هست که تفکر غربی همزمان با استعمار و استثمار جهان داره در واقع اونو اشاره میده و در واقع داره از این راه از مسئولیت خودش در واقع شانه خالی میکنه با ارجاع دادن به یک حقیقت ازلی. یعنی بودلر از یه طرف روی این حقیقت ازلی چیه؟ همون چیزیست که برای همه عام میشه. یعنی وقتی اثر هنری شعر بودلر رو مقابل خودتون میگیرین شکلی از توتالیته داره، یک شکلی داره که انگار جهان در اون شمولیت پیدا میکنه. اینو در واقع ارجاع میده به هنر رو اینجوری تقسیم بندی میکنه، میگه آقا یه همچین عنصری داره که هر زمان که به صدا در اومد ازلی خواهد بود و در این حال هم چاره ای نداره این زیباشناسی جز اون که لحظه گذرای زمان خودش رو ثبت بکنه. و اینجا بودلر متعین میشه که همه هنرهای خوب در گذشته هم مشغول بودن به امر لحظه گذرای زمان خودشون و در این حال اگر هم هنر خوبی بودن اون کیفیت ازلی رو داشتن. این در واقع تعریف خیلی رمانتیک بودلر اینجا هولوش 1847 که ما هم حالا اینجا در واقع این همین بحثی که بهش رسیدیم فکر کنم بحث درستیه. بیشتر این هدف اینه که از بودلر پرسش کنیم و اصلا بحث اینه که این تعریف درستیه، تعریف غلطیه. بیشتر بحث اینه که این تعریف با کدام شکل از اشکال دیگه تکوین هنر، سرمایه، فرهنگ، غیره و ذلک جامعه و انسان در ارتباطه. در کدوم یک از این مفاهیم تو این کلام بودلر صدای خودشون میتونن پیدا بکنن. یه چیز دیگه که میتونم کنار اون بذارم که ببینید آقا ذهن اون موقع مثلا این سوژه میتونسته چجوری دنیا رو ببینه و دنبال معنی هنر میگشته، این در واقع حرفایی که بودلر میذاره خیلی دور از اندیشه نیست که اون موقع در واقع حاکمه بر فضای مثلا فرض کن دنیای زیبایی شناسی و هنر. خب مثلا شما اگه فرض کنید فاصله مثلا چندین دهه یه آدم مثل کانت مثلا سعی میکنه که هنر رو تعریف کنه، خب انگار توی کانت هم اینجوریه که اون داره میگه آقا هنر و زیبایی یک ذاتی داره خب که برای عقل غیر قابل دسترسه. یعنی عقل نمیتونه تبیینش کنه، نمیتونه بگه چیست، با مزاج خب. انسان جور نیست چیزی که اینجا بوده دقیقاً نمیتونه تبیینش کنه. خب یعنی اینجوریه که نمیتونه به حوزه مفهوم بیاد. خب اونجاست که در واقع پرسشی که این پرسش رو کانت اینجوری جواب میده که اگه یکی ازش بپرسه خب پس آقا هنرمند کیه، چجوری هنرمند داره خلق میکنه اگه نمیدونه. خب پرسش در واقع اینجوری جواب داده میشه از طرف یکی مثل کانت که هنرمند باید نابغه باشه. یعنی اینجا در واقع مسئله نبوغ میاد وسط و نابغه کسیه که میتونه در واقع دسترسی پیدا بکنه به اون چیزی که هر کسی نمیتواند دسترسی پیدا کنه و بعدن هم نمیتونه توضیح بده چجوری دسترسی پیدا کرده. خب دقیقاً یه همچین تعریف گنگیه. خب و خب یعنی میشه نابغه دیگه، یعنی یه چیزیه که کسی نمیتونه بگه. تعیون ناپذیر. تعیون ناپذیره.